واقعا ایران میتونه از گروه خودش تو جام جهانی صعود کنه یا نه؟ همون جوری که میدونید چند روز پیش جام جهانی گروه بندی‌هاش انجام شدش و فهمیدیم به تیم ملی ایران با چه کشورهای دیگه با چه تیم‌های دیگه هم گروه شده، انگلستان، آمریکا و چند تا تیم دیگه که الان با هم دیگه میریم میبینیم که کدومشون به تیم ایران میخوره. مهمترین چیز اینجاست که ما می‌خوام بریم توی پی اس 21 همه تیم‌ها رو بیاریم، همون جوری که گروه بندی رو انجام دادن ما هم انجام بدیم و ببینیم که آیا ایران میتونه از گروه خودش صعود کنه یا نه. خب آقا همین جوری که شما الان دارین می‌بینین، من همه گروه بندی ها رو دقیقاً عین اون چیزی که گروه بندی شدش توی اون مراسم قطر همه رو گروه بندی کردم. منتها چیزی که اینجا هستش یه چند تا تیم، یه سه تا تیم باید از پلی آف بیان، پلی آف اروپا و حالا پلی آف های دیگه، و ما باید چجوری بفهمیم که آقا مثلا با ایران تیم چهارم گروه ما چجوری مشخص میشه. این رو الان میخوام با هم دیگه بریم ببینیم که قرعه کشیش رو یعنی انجام بدیم بین اوکراین و ولز و اسکاتلند، ما قرعه کشی انجام بدیم یک کدومش هر کدوم افتادش میاد توی گروهمون، واسه گروه دی که فرانسه و دانمارک و تونس هستن تیم دوم هم همین حالته و بین چند تا تیم بعد قرعه کشی انجام بدیم، یک کدومشون در بیاد اسمشون که بیاریمش توی گروه. ولی راجع به گروه ای که اسپانیا توش هستش باید حتما باهاتون صحبت کنم، گروه ای و اف. آقا بریم سراغ قرعه کشی گروه ایران گروه بی ببینیم که کدوم کشور به تیم ملی ایران میفته توی گروه، یعنی ایران میفته. ولز افتاد آقا، سخت ترین گروه افتاد، ولز افتاد توی گروه ایران. میریم الان با هم دیگه میچینیمش. الان فقط تنها چیزی که مونده باید بریم گروه فرانسه یعنی گروه دی رو مشخص بکنیم. گروه دی هم پلی آف بین سه تا تیم، اینجا بین سه تا تیم استرالیا، امارات و پرو هستش که اینجا بعد قرعه‌کشی بکنیم و ببینیم که توی این قرعه‌کشی اسم کدوم کشور در میاد که بندادیمش توی گروه دی. بله پرو در اومد و همونجور که من درست پیش بینی کرده بودم همون پرو رو گذاشتم. ولی توی گروه اسپانیا و آلمان بین نیوزلند و کاستاریکا ما باید یه دونه تیم رو انتخاب بکنیم چون پلی آف هستش. اما این رو بهتون بگم که متاسفانه ما توی پی اس پی 21 کانادا رو نداریم اصلا، یعنی هیچ کدومتون کانادا رو ندارین حتی اگه آپشن فایل بزنید. و ما اینجا توی گروه اف نمیدونیم الان به جای کانادا چه تیمی رو بزنیم. بنابراین من گفتم که آقا اونور باید قرعه کشی کنیم بین نیوزلند و کاستاریکا. کاستاریکا توی گروه مقدماتی کانادا بوده، بنابراین کاستاریکا رو میتونیم بیاریم به جای کانادا توی گروه اف و بدون اینکه قرعه کشی کنیم نیوزلند هم بره توی گروه اسپانیا. تمام شد و رفت همین. و الان گروه بندی اینجوری شد و ایران به انگلستان و آمریکا و ویلز افتاد. بریم ببینیم که اولین بازی ایران به انگلستان ایران میتونه برنده باشه یا نه. خب آقا اولین بازی ایران انگلستان، من اول بهتون میگم که برم سسینگ بازی رو بهتون نشون بدم که گذاشتم روی حالت لژند. بعد نگین حالا داستان در نیارین که گذاشتم روی حالت لژند و اینا، من گذاشتم روی لژند میذارم روی 15 دقیقه ای بازی میکنم، سیو هم نمیزنم. حالا اتو سیو رو روشن میکنم چون قراره که پارت های بعدیش رو بریم اونجا به مشکل نخوریم. خب آقا بریم سراغ ترکیب تیم ملی. ترکیبمون اگه من حالا ترکیبمون رو داشته باشم اینجا که دارم، حالت ترکیب اسکوتیش یعنی 4 تا دفاع داریم، 2 تا هافک وسط تقریبا، یه دونه هافک چپ و راست داریم و 2 تا مهاجم تارمی و آزمون رو داریم. و این در بهتون بگم که مصونیت روشن، یعنی مصونیت رو من روی خاموش نکردم که بازی به حالت لوس و رباتیکی در بیاد و مثلا ممکنه که جهان بخش توی این بازی مصون بشه، من با 2 3 تا بازی جهان بخش رو نداشته باشیم. پس این یه چیزیه که خیلی بده ولی ممکنه که اتفاق بیفته حتی توی واقعیت. اینا باید بهتون بگم که متاسفانه این آپشن فایل، یعنی آپشن فایل دیگه جایتر از این نداریم. مشکلش اینه که یه سری از بازیکن‌ها نیستن، مثلا چوجا خلیل‌زاده نیستش اینجا، به جاش مثلا پورعلی گنجیه یا چه میدونم امید ابراهیمی هستش که الان نباید باشه، یا مثلا مسعود چوجایی هستش که الان نیست، و رضایان هست نیستش. دوباره یه سری از بازیکن‌ها هستن که الان توی تیم ملی نیستن. ما شاید به مشکل بخوریم واسه اینکه بازیکن‌های قدیمی‌تری رو داریم و بازیکن‌های جدیدتر مثل چوجا خلیل‌زاده و یه سری از بازیکن‌های دیگه، صادق محرمی رو نداریم، خلیل‌زاده نداریم، چند تا بازیکن خیلی خوب مثلا الله‌یار سگانمنش هم نداریم. و این ترکیب یه جوری حالا ضعیف‌تر از ترکیبیه که الان در حال حاضر ایران دارید. میریم سراغ بازی. به نظر شما توی بازی حساس ایران و انگلستان ایران برنده میشه یا انگلیس؟ ولی به نظر من آقا ایران قابلیتش داره خدایی ببره اگر تبانی نکنن، این نکته مهمیه. خب آقا بازی شروع شدش، انگلستان داره فقط با یک تاکتیک بازی میکنه، ایران داره با 4 تا تاکتیک، یعنی 2 تا تاکتیک جلو یعنی هجومی و 2 تا تاکتیک دفاعی بازی میکنه. و همینجوری که نمیدانید یا میدانید، ما اگر هریکین را نگیریم بسیار گل خواهیم خورد. میاره وسط فکر کنم، نه لوکشا. خب آقا ما میبندیم قشنگ بستمش. آهان یک پاس اشتباه، سردار آزمون توی دروازه، توی دروازه. دقیقه 5 کی فکرشو میکرد ایران گل بزنه؟
چرا فکرشو نمیکردم وقتی مهدی پیاد ترکیب میچینه یعنی باید گل بزن. برو تارمی برو برو سراغش بودو 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 اما شالا نه 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 سانت کن آسازمون ضربه سر ابله تو چجوری اینو گل نکردی؟ فقط ما باید هریکین رو داشته باشیم فقط و فقط هریکین هدف اصلی ماست که یک لحظه داره از دستم مثل ماهی میمونه این بشر در میره از زیر دستم کار تموم میشه اگر در بره ماشالله ای خاک تو سرت ووش ووش گفتم این نباید در بره گفتم این نباید در بره بیرامن نمیتونه خب آقا بیرامن اصلا نمیتونه توی این بازی اینقدر بد طراحی کردن بیرامن اوورالشو بنده خدا نمیتونه یه توپ بگیره خود رامین پاس میده اونجا قلی زاده آبا قلی قلی توپو نگردار دارن میزنن قلی زاده رو دیگه آسمونا خطا گرفتی چه آدمیه خدایی داور از همین الان پدر سوخته بازی رو شروع کرد نکو نمیذاره من بگیرم توپو ازش هریکین کسافت اوه 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 هریکین داره بد تکون میخوره اصلا این بشر نباید جون بخوره بقیه رو ولشون کنی آقا بازیکن ها خودشون خودکار میدونن چیکار باید بکنن هریکین رو فقط ما باید حواسمون جمع باشه بهش آها قلی زاده بده قلی آفساید نیست قلی یک سانتر تارمی ماشاءالله داشته باش گلو من نمیدونم چرا ما گل میزنیم هی میایم اینجا تو محبته اونا توپ گیری میکنیم مثلا ما نباید این کارو بکنیم یه حالت جوگیری بهمون دست میده تو جام جهانی اشکال نداره بالاخره هر تیمی چند بار مگه میره جام جهانی حالا یه بارش هم جوگیر بشه عیازی هم بخش سانتر آشنگ زرمه توی دروازه گل سوم سردار آزمون چیکار داره میکنن با شما ایران داره چیکار میکنه با هاتون نهتی پیس چی چینده همینجوری ما با انگلیس بازی نمیکنیم که اومدیم آنالیز کردیم دو ساعت قبل از جام جهانی اوه 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 ماشاءالله کین 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 رو یکی بگیره دیدی بقیه رو خود بچه ها میگیرن میرسونه به آزمون میرسونه به جهانبخش چه حرکتی میکنن اینجا بازیکن های تیم ملی ایران خود جهانبخش به آزمون این اشتباه هم بزرگی بود از آقای جهانبخش باید آردو رو میزد یا علی تارمی پاس به پشت مدافعین سردار آزمون حرکت میکنه آزمون پدر سوخته چه خوب در آورد زدم تیر دوش آقا هریکین آرام باشین هریکین رو تو بگی تو برو تو هریکین یکی بره یکی هریکین رو بگیره اوه اوه او. چه خبره پدر سوخته کال واکر زدن میارم بیرام من چیکار داره انگار مرغ میگیره دستش باز کرده چیکار میکنه آقای بیرام من برد به جناه راست دوباره واکر توپا گرفت آهان سر رضایان وای لوکشا هریکین جوابت فست بده بهش جنبخش واسه آزمون را بنداز ماشاءالله تارمی برو ماشاءالله سانتر ای لب خطو داشته باش لب خط میده خوبه به خود آقای شجاعی مسعود سانتر گل به خودی هر بازی ایران باید گل به خودی بزنن مقابل خودشون حریف خودشون مثلا چی دارم میگم آقا هر اولین بازی ایران تو جام جهانی 2018 هم همین یورو شد دقیقه های آخر بازی مراکش اومد گل به خودی زد دقیقه هم رو سانت حالا دوستان نکرد الان ولی بالاخره ما 4-2 جلویم آقا من میگم یه پله بکشیم عقب به نفعمونه من یه پله کشیدم عقب دقیقه 71 بازی آیا ایران همچنان روی حالت لجند با کمک آقای مگوایر میتواند صعود بکند یا که خیر بده قلی زاده حالا قلی زاده خود قلی یه آردوی خوشگل
یه خواستم یه کمی خوره بازی در بیاریم دیگه. آقا روی لجند انصافا وش آفساید شد. نمیری دوستو میخوای فردا آفسایدو بگیر. 2 دقیقه وقت اضافه، تقریبا 1 دقیقهش رفته. دیدی یکم باید یه جاشو پر کنی، وگرنه این میاد سری سانتر رو میکنه و شما اینجا باید مربع رو بزنید، یک مربع دیگه هم میزنید و تمام. انگلیس رو 4-2 در هم کوبیدیم. آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه و اگه دوست دارین حتما پارتای بعدیشو میذارم، حتما دنبال بکنید که با تیمای دیگه ایم که توی همین گروه قرار گرفتن بازی خواهیم کرد، ببینیم که صعود میکنیم یا نه، و تا جایی که نبازیم ما دیگه بازی رو ادامه میدیم دیگه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.